صنعت برق از میانه های دوره قاجار هنگام سلطنت ناصرالدین شاه به ایران وارد شد. روشنایی خانه ها تا پیش از پیدایش برق به شیوه سنتی به وسیله چراغ ها و فانوس های دستی انجام می گرفت. ورود اولیه برق و روشنایی در دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار سبب واکنش های عجیب و غریب توسط مردم عادی شده بود، اما درست در همان زمانی که مردم با دیدن برق و روشنایی انگشت تعجب در دهان می گرفتند، در کاخ سلطنتی برق کاربردهای دیگری نیز پیدا می کرد و گاهی تا حد یک سرگرمی مورد استفاده قرار می گرفت. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در کتاب خاطرات خود می نویسد: پدرم بر روی صندلی پهلوی و دکمه چراغ می نشست و همینطور که همه خانم ها در حرمسرا مشغول صحبت بودند، چراغ را خاموش می کرد و یک مرتبه هرج و مرج غریبی ظاهر می شد و همه به جان هم می افتادند. به کانال موجیشو خوش اومدین. توی این ویدیو به سراغ بازی عجیب ناصرالدین شاه در حرمسرای خود رفته ایم، پس حتما تا آخر این ویدیو همراه باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار از مدافعان انقلاب مشروطه بود و به نوشتن خاطرات خود علاقه داشت. بخش‌هایی از خاطرات او به نام خاطرات تاج السلطنه بر جا مانده که وسعت اطلاعات او را نشان می‌دهد و منبع تاریخی با اهمیتی است. او مدافع مشروطیت، حقوق زنان، آزادی، برابری و قانون بود و بسیاری از مشکلات کشور را حاصل عدم کفایت شاهان قاجار می‌دانست. بازی با کلید برق را خیلی ها انجام دادند برای خنده و شوخی، ولی برق بازی اختراعی ناصرالدین شاه وضع دیگری داشت و به روایت دخترش چنین بود: یکی از بازی‌هایی که من خیلی دوست داشتم و مایل بودم در تمام شب‌ها که این بازی دایر است حضور داشته باشم، بازی بود که پدرم اختراع کرد و اسم آن بازی را چراغ خاموش کنی گذاشته بود. چراغ گاز در اندرون 100 عددی بود و چراغ الکتریک تازه اختراع شده بود و تمام امارات سلطنتی را چراغ الکتریک کشیده بودند. محل این بازی تالار ابیاس بود و به واسطه وسعت این تالار آن نقطه را پدرم برای این کار انتخاب کرده بودند. در شبی که این بازی شروع می شد از عصر به خانم ها خبر می دادند که امشب چراغ خاموش کنی است. زنهای محترم و خانمهای بزرگ اغلب حاضر نمی شدند در این بازی شرکت داشته باشند، چون این کار را برای خود یک سستی بزرگ می دانستند. ولی سایرین با کمال خوشحالی این بازی را شروع می کردند. این بازی اهمیت زیادی داشت و همه دوست داشتند. در ظاهر بازی کودکانه بود، اما در باطن پدر من مقصود عظیمی از این بازی داشت. اولا می‌خواست از داخل حرمسرا کاملا مطلع و آگاه باشد. دیگر این که می‌خواست بداند کدام خانم‌ها با هم دشمن و کدام دوست هستند و این بهترین کار برای فهمیدن این ماجرا بود. علاوه بر این که در اوایل این بازی این خانم‌ها مطلب را نفهمیدند، بلکه در اواخر هم نفهمیدند مقصود چه بود. فقط این بازی را مثل یک کار خیالی تصور می کردند. این بازی از خاموش کردن چراغ در تاریکی حکم آزادی در قطعی را داشت. همه می توانستند همدیگر را ببوسند، کتک بزنند، گاز بگیرند، کور کنند، سر بشکنند، دست بشکنند، مختار بودند و تمام این خانم ها در اول شروع بازی در میان تالار می نشستند و پدرم بر روی صندلی پهلوی در کنار دکمه چراغ می نشست، همینطور که آنها مشغول صحبت بودند چراغ را خاموش می کرد. یک مرتبه هرج و مرج غریبی ظاهر می شد
و صداهای فریاد و زاری و فحش و ناسزاهای بلند برپا می شد. هر کس مشغول کاری بود. اگر کسی با اخلاق بود، فوراً به گوشه می خزید و خود را در زیر نیمکت یا میز یا صندلی مخفی می کرد و جانی به سلامت می برد. اگر وحشی بود، کتک می زد و کتک می خورد. در همین بینها که صدای فریاد و زاری می آمد و تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفته بود، ناگهان چراغ روشن می شد و هر کسی به هر حالتی بود دیده می شد. اغلب لباسها پاره پاره، گونه ها و صورتها خونالود، صورتها وحشتناک، موها پریشان، چشمها سرخ و غضبناک بود. تعجب در این است، به محض روشن شدن چراغ همه مشغول خنده می شدند و دوباره این کار شروع می شد و پس از اینکه تقریبا 2 ساعت این بازی طول می کشید، بالاخره مجروحین و اشخاصی که لباسهاشان پاره و بی‌مصرف شده بود پولی می گرفتند و مجلس سرگرمی تمام می شد. این روایت را می توان نخستین بازتاب ماجرای برق در زندگی اجتماعی ایرانیان در پایتخت دانست. صنعت برق ابتدا جای خود را در کاخ و دربار و سپس در کوچه و خیابان و خانه های مردم ساده شهر باز کرد و نمادی بود از واکنش و استفاده عجیب ایرانیان از بسیاری از وسایل رفاه و راحتی زندگی که چنانچه مشهود است در این روایت جای خود را به سرگرمی شاهانه داده بود. مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.